با درود خدمت شما بیندگان عزیز شبکه 107 پارس من افشار هستم با برنامه جدید از اعتقادنامه رسولی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود ما مهمان ویژه ای داریم خواهرمون ناهید ازتون میخوام خیلی خوش اومدین که خودتون رو با بیندگان عزیز معرفی کنید درود بر شما برد افشار و درود بر شما بینندگان عزیز من ناهید آناماریا جلالیفه هستم مدت تقریبا سی ساله که در ساکنم 25 سال در کلیستا خدمت میکنم و در رشته الهیات و فلسفه مسیحی بلده. من تحصیل کردم مدت و نیم ساله که در یک سازمان یا یک شرکتی به اسم میسیو در حال خدمت هستم میسیو یک سازمانه که در خیلی از کشورهای جهان یک شعبه داره و کار اصلی رساندن خدمات همچنین خدمات مالی ساختن مدارس به اصطلاح و یتیم خونه و بیمارستان و اینجور چیزها در کشورهایی که یا مسیحان در تنگی هستند و یا اینکه در جور جفا هستند تقریبا چار و نیم ساله یک قسمت یک بخش جدید در میسیو تشکیل شده که اسمش هنانیا هست و این بخش که من مدیرش هستم کارش رساندن خدمات به خصوص تعالیم به نویمان نویمانان فارسی زبان هستش جزبالی. و هنانیار هم که ما اگر در اعمال رسولان باب ده آیه نه بخونیم شخصیه که خداوند حنانیار رو خون نزد پولس رسول فرستاد بله. چون پولس توبه کرده بود و زندگیش رو به خداوند تقدیم کرده بود و خداوند هنانیا رو خون و پیش پولس فرستاد که اون رو یاری کنه و یعنی هدف از این بخش یا این قسمتی که تحصیل شده اینه که اشخاصی که مثل ایرانیان یا افغانیان عزیز در اروپا یا هر جای دنیا به مسیح ایمان میارن احتیاج به هنانیایی هایی دارن مثل من و شما و دیگران و حتی شما که اونها را در راه ایمان یاری کنند. دقیقا دقیقا مرسی خواهرم واقعا ممنون و خودم خیلی خوشحالم و انگیزه دارم برای این سری برنامه ها چرا که واقعا عزیزان ما میخوایم تو این ده جلسه ای که قرار با همدیگه پیش بریم یک سفری مهیج رو ادامه بدیم میخوایم بر اعتقادنامه رسولانی که شاید همه ای ما شنیدیم ولی بهش نپرداختیم بهش دقت کنیم تعمق کنیم اگه اجازه بدید خواهرم من اعتقادنامه رسولان اعتقادنامه کوچک رو که مطمئلا شما بعدا بهش خواهید پرداخت رو با عزیزان شیر کنم در میون بذارم و بعد با همدیگه بریم درش تعمق کنیم بایش میکنم بفهمید اعتقادنامه رسولی من ایمان دارم به خدا به خدای پدر قادر مطلق خدای آسمان و زمین به عیسی مسیح پسر متولد شده او خداوندمان که به وسیله روح القدس در بطن قرار گرفت از مریم باکره متولد شد به فرمان پنتیوس پیلاتوس آزار کشید مصروب شد بمرد و مدفون گردید به عالم مردگان نزول کرد در روز سوم از مردگان برخاست به آسمان صعود کرد بر دست راست خدای پدر قادر مطلق نشست از آنجا خواهد آمد برای داوری مردگان و زندگان من ایمان دارم به روح القدس به کلیسای مقدس کاتولیک به مشارکت مقدسین به آمرزش گناهان به رستاخیز مردگان و به حیات جاودان آمین بسیار عالی خواهرم این اعتقادنامه کوچک یا اعتقادنامه رسولی بود که من خوندم قرائت کردم برای سوال اول شاید این سوال در ذهن عزیزان بیاد که چرا به این متنی که خونده شد میگن اعتقادنامه رسولی اصلا چرا اعتقادنامه بهش گفته میشه خب من اجازه می گیرم از شما عزیزان که بعضی از اصطلاحات رو به زبان لاتین بگم ولی توضیح بدم چون زبان بین‌المللی در مسیح زبان لاتین هست و یک اصطلاحاتی ما اینجا به کار میبریم ولی من حتما اونها رو توضیح خواهم داد اول اینکه اعتقادنامه که شما الان خوندین با کلمه من ایمان دارم شروع میشه و این اسم لاتینش میشه کردو کردو یعنی من credo. ایمان دارم حالا به زبان انگلیسی میگیم I believe به زبان داری فارسی میگیم من ایمان دارم به زبان آلمانی میشه ایک تمام اینا ترجمه میشه از اون لاتین که گفتم پایه و اساس و زبان اصلی ما هستش خب برای چی بهش میگه اعتقاد نامه؟ برای اینکه خلاصه ایمان ماه خلاصه اعتقاد، اعتقادات ما است یعنی اگر از من و شما که مسیح هستیم یک نفر که از مسیح اطلاعی نداره بپرسه مسیحیان به چی اعتقاد دارن به چی ایمان دارن شما میتونید اعتقاد نامه رو براش بخونید خب دقیقا. پس ما میبینیم که هم اعتقاد ما هستش و هم پایو و اساس ایمان ما هستش وقتی که ما میخوایم تعمید بگیریم از ما سوال میشه آیا ایمان داری به خدای پدر من میگم من ایمان دارم آیا ایمان داری به خدای پسر؟ من میگم ایمان دارم و بله. پرسیده میشه آیا ایمان داری به خدای روح القدس؟ و من میگم من ایمان دارم مه. بر اساس این ایمان من تعمید داده میشم حالا اجازه بدین که من این اعتقاد نامه رو به زبان لاتین بگم بهش چی گفته میشه به زبان لاتین بهش میگه بهش میگن سیمبولوم اپوستولیکوم حالا من این رو توضیح میدم سیمبولوم یعنی همون سمبول میشه سمبول؟ بله. و ترجمهش یعنی به هم چسبوندن یعنی به هم رسیدن حالا من توضیح میدم منظورشون چیه در زمانهای قدیم در اون موقع که بهش ما میگیم دوران آنتیک قدیمی وقتی که دو نفر با هم میخواستن معامله کنن حالا دو دوست بودن دو تا فامیل بودن یه چیز رو ور میداشتن مثلا یه کوزه رو یه بشخاب میزدن زمین میشکوندن و بعد از مدتی که میخواستن دوباره ببینن معاملهشون سر جاش یا نه به هم میرسیدن اون تکه های شکسته رو به هم دیگه میچسبوندن می و اینجوری میتونستن متوجه بشن که به هم تعلق دارن پس این سمبول یعنی به هم تعلق داشتن معنی اپوستولیکوم هم حالا ما بعدها قشن مفصل راجع به اون توضیح میدیم یعنی رسولی و من میگم که رسولی یعنی چی اما موضوع تمام اعتقادنامه همینجور که اول برنامه من خدمتون گفتم و شما مصنون خوندی خداونده حالا کدوم خداوند؟ خداوند واحد و حقیقی این ما باید متوجه بشیم برای ما امروز این خدا کاملا آشناست خود درست اول نمیشناختیمش بعد ایمان آوردیم بهش و الان خیلی باش آشنایی داریم ولی در اون زمانهای قدیم اعتقاد داشتن به یک خدای واحد و حقیقی یک امر مسلم نبود خب یعنی سالها هزاران صدها سال طول کشید که انسان ها تونستن به این موضوع برستم. پی ببرن خب حالا ما میدونیم که خداوند خداوند حقیقی هم ما انسان ها رو مثل یک برده نمیخواد که من به عنوان یک برده از این خدا بترسم و چیکار کنم به اون خدمت کنم بلکه خداوند ما رو به انسان به عنوان دوستان آزاد میخواد که با اون رابطه برقرار کنیم خب حالا ده. یکی دیگه از موضوعاتی که در رابطه با این خداوند حقیقی وجود داره اینه که این خداوند حقیقی مرموز و ناشناخته نیست من اجازه دارم و میتونم. می این خداوند رو باهاش آشنا بشم این خداوند رو بشین خداوند میخواد که ما اون رو باش آشنا بشیم خداوند میخواد که ما باش رابطه برقرار کنیم دقیقا. خب من فقط یه جای دیگه در آخر این سالی که شما طرح میگم که خداوند گفتیم که میخواد که ما باش آشنا بشیم و خداوند خودش رو معرفی میکنه ما در خروج باب سه آیه 14 وقتی که خداوند در اون بوته مشتعل به موسی ظاهر میشه میگه نام خودش به موسا معرفی میکنه میگه من هستم که هستم پس این خداوند حتی اسمشم به ما معرفی میکنه مثل من و شما که امروز اسممون رو گفتیم و اینجوری خودمون رو معرفی کردیم خداوند هم به انسان خودش رو معرفی میکنه اسمش رو به ما میگه درود بر شما دقیقا خواهرم ما میدونیم که وقتی که اینها جمعآوری شد براش اسمی مشخص شد همینجوری که گفتیم اعتقاد نامه این یک چیز مکتوبه که من مسیحی میتونم ارائه بدم بر اون جامعه بیرون که خودم رو و اون اعتقاداتم رو معرفی کنم ولی خب چرا مثلا نیومده اعتقاد اعتقادنامه مسیحی گفته شده اعتقادنامه رسولی یا اعتقادنامه رسولان این دلیل اسم رسولان که کنار این اعتقادنامه اومده چیه خب شما خیلی به موضوع خیلی خوب اشاره کردیم و واقعا اینجا باید توضیح داده بشیم که ما میدونیم که عیسی مسیح بلا فاصله بعد از اینکه رسالت شو خاص آغاز بکنه دوازده مرد رو انتخاب کرد دوازده مردی که از شغلای مختلف بودن و اینا رو انتخاب کرد و این دوازده مرد سه سال تموم همراه ایسا بودن و اونا همواره میدیدن و میشنیدن که ایسای مسیح چه کار میکنه و چه تعالیمی میده خب پس این اعتقادات ما یعنی از این دوازده هر چی که ما امروز بهش اعتقاد داریم از این دوازده رسول میاد چون اونا شاهدان عینی ایسای مسیح بودن حالا من یه چیزی رو یه قسمت از کتاب مقدس رو میخونم که در انجیل متا باب 28 آیه 19 اومده ایسای مسیح اینجا میگه پس بروید همه قوم ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس قسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید تا تمام دستوراتی رو که به شما داده ام اطاعت کنند ما در اینجا به کلمه بروید برمیخوریم بله. دقیقا. یعنی رسولی یا رسولان یا اپوستولیکوم به زبان لاتین یعنی فرستاده شده خب یعنی عیسی مسیح این دوازده تا مد رو انتخاب, انتخاب کرد تعلیم داد و اونا رو فرستاد گفت برید خب حالا درست من و شما الان نشستیم خب درست. ولی در حقیقت مسیحیان اشخاصی هستن که همیشه در راه هستن برای همین در صدر اسلام یک لقب به مسیحیان داده بودن بهشون میگفتن پیروان راه کلمه بروید خیلی مهمه چون عیسی مسیح این رسولان رو انتخاب کرد اونا رو تعلیم داد و فرستاد گفت برید و این رفتن یعنی نشستن و همجوری فقط کاهل بودن در وجود ما مسیحا نیست ما مسیحا همیشه در راه هستیم به همین دلیل در صدر مسیحیت یعنی صدای اولیه مسیحیت سالهای اولیه مسیحیت به مسیحا میگفتن پیروان راه چون ما همیشه در راه بودیم, دقیقا راه بودیم. دقیقا. مرسی چقدر نکته قشنگی رو اشاره کردید مسیحیت ثابت نیست مسیحیت پویاست زنده است خواهرم اگه اجازه بدید شما قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم و با عزیزان همراه باشیم یک پاوزه کوچیک یک استراحت کوچیکی داشته باشیم بعد دوباره در خدمت عزیزان خواهیم بود کمال میل ممنونم مرسی

الی، عالی بیانگان عزیز دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه همینجوری که خواهرمون گفتند ما مسیحا رو در اون صده اول در اون اوایل مسیحای های پیشرونده میگفتن که همیشه در حرکت بودن خواهر من با پرسش دیگه میخواستم شروع کنم این قسمت رو اینکه آیا واقعا ما فقط همین یک اعتقادنامه رو داریم یا اینکه نه اعتقادنامه های مختلفی هستش اگه میشه یه خورده توضیح بدید که چطور شد که این اعتقادنامه یا اعتقادنامه ها نوشته شد جمعآوری شد ممنون میشم ازتون بله سوال خیلی خوبیه نه ما فقط اعتقادنامه رسولی رو نداریم ما دو تا اعتقادنامه داریم یکیش هم اعتقادنامه رسولی که در این به اون میپردازیم بله؟ ولی یک اعتقادنامه هم داریم بهش میگن اعتقادنامه بزرگ من لازمه که اینجا توضیح بدم برای چین اعتقادنامه ها اصلا به قول شما نوشته شد جمع آوری شد در اون صده های اولی مسیحیت در اون اوایل مسیحیت خب مسیحیت چنان رشد علم الهیات نداشت و تعالیم اشتباه و تعالیم غلط زیاد رواج پیدا میکرد دلست. ما میدونیم که 300 ساله اولی مسیحیت سالهای بسیار بسیار سختی برای مسیحان بود سالهایی بود که مسیحا تعقیب می شدن. مورد آزار می قرار می گرفتن. شکنجه می شدن. و کشته می مصلوب میشدن می شدن. و حتی ما میدونیم در روم اونها را جلوی شیران گرسنه می نختن. یعنی در حقیقت تا 312 میلادی مسیحیت یه دینی بود که ما میتونیم بگیم یه کلیسای زیرزمینی یه کلیسای مخفی, مخفی نهان بود بس. چون چی بود چون در جفا بود چون امپراتورای روم دشمن اونا بودن و اونا رو اذیت میکردن حالا 312 یک اتفاقی افتاد یک مقدار ما وارد تاریخ میشیم چون توضیح این مسائل خیلی مهمه که ما بتونیم اعتقادنامه ها رو متوجه بشیم اینه که در سال 312 به اصطلاح امپراتور که بعد امپراتور شد قسطنطن یک مشکل برای پیش میاد که با یکی از دشمنان بسیار قوی خودش باید میجنگید. از بله. سال 312 این نبرد رو در رو اتفاق میفته و می میدونست که شکست خواهد خورد و دوام میکنه میگه که من از مسیح چیزی شنیدم بعد رو میکنه به مسیح میگه البته خب این یک داستانه ولی خب ما در تاریخ این رو ناریم به مسیح میگه من از تو چیزهای شنیدم ولی امروز میخوام خدایی تو بر من ثابت بشه خب و مردم میگن که ایشون حالا یا در حالت رویا یا همونجور که داشته دعا میکرده یک علامت رو میبینه علامت پیه که یک زبدر روشه که اول اسم ایسا مسیح هستش خب و این علامت رو میبینه در اون موقع که دعا میکنه حالا یا در رویا یا در بیداری و این امپراتور دستور میده این علامت رو روی تمام سپرا و پرچم و اینا بزنن و اتفاق جالبی میفته در روی یک پل که قرار بود از روی این پل دشمن رد بشه دشمن قبلا این پل رو خراب کرده بود یک پل موقت میزنه و دشمن با تمام اون جلال و شکوه و ابزار و سلاح جنگیش میخواد از روی این پل رد بشه که بیاد به به اون لشکر قسطنطن به جنگه و اونم میدونست که شکست خواهد خورد یک دفعه پل خراب میشه و اینا همه میرزن تو رودخونه سردارشون آب میبره بقیه هم میترسن و فرار میکنن و قسطنطن امپراتور که میشه 313 میلادی خب مسیحیت و دین آزاد اعلام میکنه خب خلالشو. یعنی برای اولین بار روز یکشنبه رو تعطیل اعلام میکنه چون مسیح دوست داشتن روز یکشنبه دور رو هم جمع بشن دایینا. هم مراسم ستایش خداوند رو انجام بدن و مسیح دین آزاد اعلام میشه و بعد یکی یکی شروع میشه تمام این تعالیم اشتباه هم رو میشن حالا اتفاقی که میفته یک شخصی به نام آریانوس پیدا میشه و یک تعلیم اشتباه میده راجع به مسیحیت میگه عیسی خدای پدر شخصیت اول خدایی خداست ولی عیسی مسیح همزاد با خدای پدر نیست یعنی از نظر علم الهیات میتونیم بهش اینجوری بپردازیم که عیسی مسیح خدا نیست و این امپراتور قسطنطن یک تصمیم میگیره که یک گرده همایی که بهش کنسیل میگن تشکیل بده و تمام اسقف های اون موقع را دعوت میکنه علا. در یک شهری در آسیای سقی که بهش نیکیای نیتسیا میگن و این در سال 325 میلادی این کنسیل یا این گرد همایی تشکیل میشه و در اونجا اعتقاد نامه رسولی این فرمی که امروز شما خوندین برای ما به وجود میاد که بس. راستین بودنش و اون بل. اعتقاد نام مشخص بشه که ما چه چیزی رو داریم میپرستیم بله یعنی یک خدا یک خدای واحد ولی سه شخص خدای پدر و خدای پسر و خدای رول به خاطر اینکه آریانوس این تعلیم اشتباه رو داده بود که عیسی مسیح خدا نیست حالا این مال اعتقادنامه رسولی که امروز شما بهش پرداختین یک اعتقادنامه هم داریم بهش میگیم اعتقادنامه بزرگ که اگه وقت به ما فرصت بده در آخر جلسه بعد افشا یک بار هم اون رو روخونی میکنن ولی ما به اون نمیپردازیم فقط یک بار اون رو گوش میدیم بهش میگن اعتقادنامه بزرگ و این اعتقادنامه بزرگ رو امپراتور یا قیصر روم تئو دو در سال 381 دوباره اسقف ها رو جمع کرد یک کنسیل یک گرد همایی تشکیل شد چون باز یک تعلیم اشتباه دیگه به وجود اومده بود بله بله. این تعلیم از طرف گروه بهش میگم متسودنیانر به وجود اومده بود یا شایع شده بود که اونا گفتن این دفعه میگفتن روح القدس خدا نیست خب و در این کنسیل بود, کنسیل خب. بود خب. 381 که اعتقادنامه بزرگ اعتقادنامه کوچک رو الان باطل نمیکنه بله. خب اعتقادنامه بزرگ فقط بست میده گسترش میده کامل تر داره عنوان میکنه از نظر تاریخی ما پرداختیم پس چطور این اعتقادنامه ها به وجود اومد چطور نوشته شد و اصلا چرا ممنون خواهم چقدر قشنگ توضیح دادید اینجوری ما خیلی بهتر میتونیم درک کنیم که این اعتقادنامه از کجا چجوری واقعا اومده و میتونیم اشاره کنیم به مستنداتی که در تاریخ مسیحیت هستش در سوالی که برای من به وجود میاد یا در ذهن عزیزان اینه که آیا این اعتقادنامه رو به عنوان یک دعا ما میخونیم یعنی مثلا این اعتقادنامه دعاست نه من نمیتونم بگم اعتقادنامه دعاست ولی اعتقادنامه همجی که گفتم خلاصه ای ایمان ماه دلست. ما به چی ایمان داریم خب پس خلاصه ایمان ما ولی از طرف دیگه جواب مثبت ما به خداوند هم هست آمین. آمین. وقتی که خداوند من و شما رو صدا میزنه چون خداوند گفتیم خودش رو میخواد نشون بده درست. خب ولی ما انسانها رو آزاد آفریده هیچ وقت نمیاد من و شما رو مجبور کنه که الان خداوند رو قبول کنیم یا نه خب خودمون با آزادی برای خدا تصمیم میگیریم و این تصمیم آزادانه ما به خداوند این جواب مثبت ما با خداوند با اعتقاد نام است من وقتی که به خدا میگه خب خدا میگه خب حالا منو میشناسی آیا منو قبول داری آیا منو دوست داری من میگم بله خداوند من تو رو قبول دارم من تو رو دوست دارم و این اعتقاد نامه رو بهش میگم خب همیده. یعنی جواب مثبت من به خداونده همیده. پس اعتقادنامه خلاصه ایمان ماست جواب مثبت ما به خداونده ولی همچنین امید ما مسیحان هم هست خب حالا ما به اعتقادنامه نامه میپردازیم چه نکات ریزی درش هست که به من هم مربوط میشه به شما هم مربوط درسته. میشه خب درسته. و همینطور میتونه میتونه بچه تمام مسیحان هم باشه ما شاخه های مختلف مسیحیت داریم مثلا کاتولیک، ارتدوکس کلیساهای های آزاد، پرتستان خب ولی اعتقادنامه در بین ما همه بچه مشترک ماه پس اعتقادنامه دعا نیست ولی خلاصه ایمان ما، جواب مثبت ما به خداونده امید ما مسیحانه و همچنین وچه مشترک همه ما مسیحان مرسی دقیقا با این حالت ما این رو متوجه میشیم که تمام ما مسیحیان در تمام این سه قسمتی که شما فرمودید یک ایمان و اعتقاد و باور یکسان داریم که با همدیگه داریم پیش میریم من در سؤال آخری که میخوام مطرح کنم این, اش، این چیز رو میخوام اشاره کنم خواهرم که ما به چه چیزایی قرار تو این ده جلسه بپردازیم یعنی به طور خلاصه این ای اعتقاد نامه چجوری تقسیم بندی میشه و به چه تقسیم هایی ما قرار در موردش صحبت کنیم بله اعتقادنامه همونجا که شما وقتی خوندیم متوجه شدیم گفتیم که من اعتقاد دارم به خدای پدر و مسئله که مربوط به خدای پدره من اعتقاد دارم به خدای پسر مسئله که مربوط به خدای پسره و من اعتقاد دارم به خدای روح قدوس و مسئله که مربوط به روح خدای روح قدوسه بنابراین اعتقادنامه ما سه قسمته بله یعنی به خدای پدر که همه چیز از اوست و خدای پسر که همه چیز به واسطه اوست و خدای رول قدس که همه چیز در اوست یک خدا در سه شخص پس اعتقادنامه در سه بخش به موضوع می پردازه اول به خدای پدر که آفریننده است آفرینش یعنی کل جهان به وسیله خدای پدر. پدر بله. و بعد به خدای پسر میپردازه خدای پسر که شخصیت دوم الهی از ازل بوده حالا بعدا به این مسائل میپردازیم و انسان شد در زمان موعود برای نجات ما پس آفرینش نجات, نجات. و روح القدس رو داریم که اعمالش که در کلیسا به وسیله فیض به وسیله اعمالی که ایمان دارن انجام میدن میتونه در کلیسا عمل کنه و زنده باشه خب پس ما متوجه شدیم که در اعتقادنامه ب... به سه بخش تقسیم شده اعتقادنامه ما و به سه شخصیت خدای واحد، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس پرداخته میشه. البته ما در درس های آینده همجور که گفتم به این موارد کاملا به طور کامل اجمالی مرسی ممنون اگه اجازه بدید تو این فرصت کوتاه باقی مونده خواهر همینجوری که شما فرمودین چه خوبه که یک بار اون اعتقادنامه بزرگ رو هم من بخونم که عزیزان در جریان قرار بگیرند و بعدش به امید خداوند با هم دیگه تمام کنیم این جلسه رو اعتقادنامه بزرگ ما ایمان داریم به خدای یکتا به خدای پدر قادر مطلق که همه چیز را آفریده است آسمان و زمین دنیای دیدنی و دنیای نادیدنی به خدای یکتا عیسی مسیح فرزند متولد شده خداوند از پدر متولد شده از ازل خداوند از خداوند نور از نور خدای حقیقی از خدای حقیقی مولود شده نه خلق شده همزات با پدر به واسطه او همه چیز آفریده شده برای ما انسان ها و برای برای نجات ما از آسمان فرود آمد جسم گرفت به واسطه روح القدس متولد شد از مریم باکره و انسان شد به عالم مردگان نزول کرد او برای ما مصلوب شد و به فرمان پیلاتوس آزار کشید و مدفون و مدفون شد طبق کتاب مقدس در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد او بر دست راست پدر نشسته است و دوباره با جلال و شکوه باز خواهد گشت برای داوری مردگان و زندگان و حکومت او را پایانی نخواهد بود ما ایمان داریم به روح القدس که خداوند است و حیات می بخشد که از پدر و پسر منتج می گردد که همراه با پدر و پسر نیایش و تجلیل می گردد که به واسطه پیامبران سخن گفته است و به یک کلیسای واحد مقدس کاتولیک و رسولی ما به یک تعمید یگانه اعتقاد داریم برای آمرزش گناهان ما انتظار رستاخیز مردگان و حیات دنیای آینده را داریم آمین, آمین. چه خوشحالم خواهر که ما این جلسه که به حالت یک مقدمه بود رو در خدمت شما و بینندگان عزیز 107 پارس بودیم خیلی من خودم همینطور که اول برنامه گفتم انگیزه دارم برای جلسات ای که شما فرمودید ما قرار بپردازیم به این سه تقسیم بندی مهم و در موردش تعمق کنیم این اعتقاد ای که باور من و شما و ما ای ایماندار به مسیحه که چرا داریم ما این رو میخونیم و چرا ما از این اعتقاد نامه رسولی میتونیم استفاده کنیم که باور و ایمان خودمون رو به دیگران و جامعه نشون بدیم خیلی ممنونم از شما ممنونم که این زمان رو در اختیار ما قرار دادید و ممنونم از شما بیندگان عزیز شبکه 107 پارس و هفته آینده یا برنامه آینده جلسه آینده ما با هم خواهیم بود با پرداختن به قسمت اول و شخصیت اول تسریس خدای پدر قادر مطلق ممنونم از شما چه خوشحالم که با شما بودیم و مهمان خانه های گرم شما تا جلسه آینده بدرود خدا نگه. منم ممنونم از این فرصت و خوشحالم که ما این وقت رو داشتیم که مهمان شما باشیم تا برنامه بعد خداوند با شما باشیم خدا